خبرها و تصاویری که در گزارش افشار هم دیدیم از سردی بی سابقه تنور انتخابات و حوزه‌های خالی و خلوت حکایت دارن. شاهد فصل جدیدی از عدم مشروعیت جمهوری اسلامی هستیم؟ بله، به طور قطع به نظر میرسه که حتی برخلاف نظرسنجی‌هایی که پیشبینی کرده بودند میزان مشارکت بین 25 تا 35 درصد خواهد بود، الان وضعیت به گونه‌ای است که صحبت از میزان مشارکت تک رقمی به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران میشه. این البته دور از انتظار نبود با جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود، به ویژه کشتار و شهروندان ایرانی در جریان انقلاب زن زندگی آزادی در سال گذشته. می‌بینیم روندی که از سال 96 به طور مشخص آغاز شده بود و اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی مردم با کلیت جمهوری اسلامی مخالفت کردن، این روند ادامه پیدا کرده، روندی که در انتخابات 98 و 1400 هم شاهد شدیم. البته ما وقتی از کلمه انتخابات صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که این رو به تسامح به کار میبریم. آنچه که در جمهوری اسلامی رخ میده به هیچ عنوان با مفهوم رایج و عرفی انتخابات که در کشورهای آزاد برگزار میشه یکسان نیست. آن چیزی که ما در جمهوری اسلامی شاهدش هستیم نوعی رأی‌گیری، نوعی مراسم بیعت هست، در واقع یک روش سنتی است که جمهوری اسلامی میکوشه لباسی از زندگی مدرن و سیاست مدرن بر تن اون بپوشونه. ولی به نظر من شاید صادقانه ترین و درست ترین حرف رو در مورد این انتخابات سردار حاجی زاده فرمانده سپاه و فضای سپاه گفت که شرکت در انتخابات به معنای پر کردن مشت و خشاب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، مشت و اسلحه‌ای که در تمام این سالها رو به ملت ایران گرفته شده و به اونها شلیک کرده و جان آنها رو گرفته. به نظر میرسه که مردم ایران کاملا به این نکته رسیدن و دقیقا برای پر نکردن مشت و خشاب سپاه و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی است که در انتخابات شرکت نمی کنند. البته جمهوری اسلامی طبیعتا دست به عددسازی می زنه، همین الان هم رسانه هاشون دارن این کار رو انجام می دن و آماری که چه بسا از پیش تعیین شده بعد از پایان انتخابات اعلام خواهد شد. شما می بینید که در تمام فیلم هایی که ما دریافت کردیم از نقاط مختلف کشور، حوزه های رأی‌گیری فوق‌العاده خلوت هستند و بدون هیچ دلیلی الان شروع کردن به تمدید زمان رأی‌گیری، در صورتی که خب نیازی برای این کار اساسا وجود نداره، یعنی رأی دهنده وجود نداره که بخوان ساعت رو تمدید بکنن که اونها شرکت بکنن. همونطور که اشاره کردید آقای برزگر، نشانه ها از یک تحریم گسترده حکایت داره. اگر که شاهد این حضور حداقلی مردم در انتخابات باشیم که ظاهرا هم همینطوره، اومدیم حالا این عددسازی ها هم صورت نگرفت توسط جمهوری اسلامی و اعلام کردن این حداقلی رو، این حضور حداقلی رو، واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و علی خامنه ای چه خواهد بود به نه بزرگ مردم به انتخابات؟ ببینید، جمهوری اسلامی و در رأس اون علی خامنه ای نشون دادن که یا آمدانه واقعیت رو نمیبینند و دروغ میگن و یا دچار توهم هستن و در جهانی موازی زندگی میکنن که ربطی به زندگی واقعی ایرانیان نداره. اونها تقریبا از مسجل هست، قطعی است که ادعای پیروزی خواهند کرد، ادعای این رو خواهند کرد که مردم به حمایت از جمهوری اسلامی برخواستند و پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. این روشی بوده که همواره داشتن، حتی در جریان انتخاباتی که مردم به طور آشکار خلاف نظر حاکمیت رو انتخاب کردند و در مسیری مخالف حرکت کردن، یعنی از سال 76 به این سو شاهد بودیم در هر بار هم که مردم در واقع رأی اعتراضی به صندوق خاریختن، جمهوری اسلامی حتی همون آرا رو مصادره کرد، حتی آرای باطله رو مصادره میکنه به نفع خودش که نشون بده که در واقع شهروندان جمهوری اسلامی و سازوکارهای درونی و تعبیه شده از سوی جمهوری اسلامی رو میپذیرند. این در واقع در این نقطه نباید تردیدی کرد، اما واقعیت هم این هستش که با خروج اطلاع رسانی به صورت انحصاری از سوی دستگاه‌های وابسته به
حکومت، امروز مردم درک و شناخت عمیق‌تری از واقعیت‌ها دارن و کسی البته باور نخواهد کرد این عددسازی‌ها، این آمار دادن‌ها رو. ولی حتی اگر مقام‌های جمهوری اسلامی بپذیرند که مثلا مشارکت در انتخابات زیر 50% بوده، حدود 40% بوده، هم در واقع تغییر در وضعیت ایجاد نخواهد کرد. همونطور که عرض کردم، وضعیتی که ما امروز شاهدش هستیم نشان دهنده تحریم فوق‌العاده گسترده است که معانی اون بسیار بسیار فراتر از این هست که فقط در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان شرکت نکردند. این در واقع یک رفراندوم است که پس از اون کشتار مردم به صراحت فاصله خودشون رو با جمهوری اسلامی نشون میدن و اجازه نمیدن که از رأی اونها برای پایمال کردن خون جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی و همه جانباختگان 14 اخیر سوء استفاده بشه.